اگه نگفتم دور و بر من آلمو پیدات بشه، گفتم یا نگفتم؟ سلام تو اینجا علیک نداره، تو رو پای خودتی برو بیرون. تو که چشت دنبالش رو چی به من بله گفتی؟ سر نزدیک شدم به ناموسم میتونم بکشمت. فکر نمی کنی همه اینا رو از چشم من میبینه؟ مردن هم ارمت دیگه هم داشتی، یکی میتونه ببخشه یکی نمیتونه، مثل همین نتونستی با اون زن خارجی زندگی کنی. گفت من یکی دیگر رو دوست دارم، یکی که با صداش زندگی کردم. منو میگفت میخوام ازت جداشم. بودی حالا بیا اینم سند. یقما کجاست؟ نمیزنی؟ فقط یه هفته وقت دارم. یعنی یقما تو یه هفته دیگه نمیاد؟ رفتم از زیر زبون سیاه بکشم، نمیدونی یقما کجاست؟ سند هم به باد دادی ها؟ این سند جلد شده دامش. سینی مبلغ چک زیاده، آشنایی داری ازش قرض کنی؟ آره یکی هست، هم میخواد هم میتونه، ولی دشمن خونیه یغماست، میخواد انتقام گذشته رو بگیره. اون شیر بازی میکنه. آقا جون آدمی که با دم موش بازی میکنه که شوفر و آشپز نداره. اینجوری میان استقبال یه قهرمان ملی؟ من 3 ساعت تو فرودگاه. بچهای امروز با این چیزا حال نمیکنن. با چی حال میکنن؟ کلاً اوضاع چطوره؟ قمر درخه. مریم چرا نیومد باهاتون؟ اون به حساب کتابا برسه. خونه رو بفروشه، کلی کار مونده بود. ناسلامتی تو مرد خونه چین کار دست زناست. منم یه ایمیل داشتم از فدراسیون، باز زودی می اومده. دریا کجاست؟ خبری ازش نیست. گیره یکی بدتر از یغما. سیاوش که ادب کردنش به ایران دم نمیکشه. من سر یغما ضربه فنی شدم. خودم همتون رو جمع میکنم. الو سلام کامیم. آره برگشتم ایران. ببین من تو محله تونم، یه دقیقه میادم ده؟ من یه سیه میخوام بهت بگم. باشه میبینم. ببین داداش، ما یه سری مسائل هست که بین خودمون باید حلش کنیم. من مثل بعضی صبرم زیاد نیست، بچون پای ما اینام پیر دوقلو بیسیم نبش پارک دم همون شهرام، اونجا که فکر میکنن میلکشیک اسم یه داف شاسی بلنده، نمیدونن که باید بخورنش، فکر میکنن باید ببرنش. گرفتی یا بزنم سفاز؟ مگه بچه پایینم آشپز میشه؟ آره میشه، میشه اگه هیئتی باشه میشه. آها میگم اینجا سیستمش هیئتیه. اخبل جون اینجا اگه هیئتی میچرخید که عمرت لو نمیره. مستر برندینگ من خیلی وقت چراغ روشن میام اینجا. خاموشت میکنم، زنگ بزن بچه های زحمت کشی. یه لحظه صبر کن، من اهل گفتگوام. چی میخوای؟
ببین اهل خلاف نیستم، جمع کن برو بابا. اگه اهلش نبودی که نمیذاشتی ماشین دست گل تو پارکینگ خاک بخوره. اون مسئلهش جداست. خط هم انداختی روش، خرجت بد جوری رفته بالا. او به تو ربطی نداره. باش، میدونم که کارت گیره، نسختم فقط دست منه. حالا اگه خواستی با من تماس بگیر تا یه کاری بکنم برات. ببین من اهلش نیستم، جمع کن. خرجش یه کت شلواره. یه سامسونت میگیری دستت، میری یه هتل با کلاس، میری تو یه اتاق میشینی یه کوکا میخوری تا یکی خوشتیپ تر از خودت بیاد کیف سامسونت رو تحویل بگیره. بعد دوباره برمیگردی کافه، یه اسمس برات میاد که 100 تا اومده توی حسابت. 100 تا چی؟ 100 میلیون. کال اومد زرف میزنه. چرا این پیشنهاد به من نداد؟ گفت آدم با کلاس. پانامرا، پانامرا 2 تومن. به به آقایتی، ببین کی اومده. آها، پس بالاخره خودش اومد. سلام خانم مهندس، خیلی خوش اومدی. سلام، چه خوب منو یادتونه. چند روزی میشه که شما مهندس ورد زبونمونی. البته مهندس یکم سایهشون سنگین شده، دیگه جواب تلفن ما رو نمیدن. ایشون ایران نیستن، برای یه پروژه رفتم دبی. خیلی هم عالی، پس این سری به امید خدا دست پر میام. میخواستم ماشینم بفروشم، گفتم کی از شما بهتر که ما رو میشناسیم. حیف خانم مهندس، هنوز یه سالم کار نکرده ماشین. میخورده خسته شدم ازش. والا حق داری، تا وقتی اون ماشین باشه کی میاد سوار این بشه؟ من متوجه منظورتون نمیشم. کادوی تولدتون رو میگم. کادوی تولد من؟ خود مهندس گفت پورشو برای شما خریده. ولی خانم مهندس هیچ پولی رد و بدل نشده، سند هم نزدیم. مهندس گفت یه سری مدارک برای من میفرسته که چک رد و بدل بشه و سند بزنیم، ولی رفت که رفت. به جون شما اگه هر کی به غیر از مهندس بود 2 ساعته پولش میکردم، ولی مهندسه. ببخشید من متوجه منظور شما نشدم، یعنی همسر من یه پورش خریده برای من؟ من اصلا نمیخوام وارد مسائل خانوادگیتون بشم. مهندس به من گفت این پورشو برای تولد شما میخوام. الان ماشین کجاست؟ چه توقعی دارین خانم؟ وقتی شما نمیدونین من میدونم. این ماشین آخرش هم میخریم. چی شد؟ به سلامتی پول گرفتی؟ این حساب کتاب ما رو ردیف کن، این چک ما رو پول کن، ما بریم دنبال زندگیمون. گوش کردی؟ من یه آدم عصبی. آراسی اینو بهت بگم، این چکی که داری میدی برم بانک توش پول نباشه به داستان میخوریم. گوشتو میبرم یه کاری میکنم. پول من به به. خب بقیه چی میشه؟ برای بقیهش برو سراغ مهندس. مهندس خریکیه، طرف حساب من از این بابت تویی. گوش کن، گوش کن چی دارم دستتو میگم. بکش. گوش کن میگم، دستتو بکش، حواستو جمع کن، سر به سر من نذار. من یه آدم دیوونم، زن و مردم حالیم نمیشه. 200 تا دیگه میده، باید بهم زمان بده جورش کنم، هنوز یه هفته نشده. باریکلا، آفرین. میگم نهار پاشو بیا اینجا با هم بخوریم. بوبو نشین تو خونه. نمیدونم، برم ببینم نشونه چیزی پیدا میکنم یا نه. بابا نشونه چیه؟ ماشین به اون بزرگی که آخه تو دونه جا نمیگیره. واسه این ماشینه از این پرشاست که تو خیابون ریخته یا فرق میکنه؟ فرق میکنه، خیلی گرونه، هر کسی نمیتونه بخره. از کی تا حالا شوهر دستخالی بند تو آقازاده شده؟ سمید
نمیگیری نکته رو ها؟ چی بگم آخه برای خودش که نخریده، به تو هم که نداده. لابد از این مردا هر چی بگی برمیاد. پیرو جوانم نداره. مامان الان وقت این حرفا نیست. من میدونم اوضاع خیلی خرابه، فقط موندم کدوم آدم ابلهی تو اوج ورشکستگی میره ماشین به این گرونی بخره. هیچی، یه آدم دستخالی بندی اینه شوهر تو. مهم اینه که ماشینو به کی داده. ببین زنا خیلی تیزن و همه چی رو خیلی زود متوجه میشن. تو یا خود تو زدی به اون را یا متوجه نشدی. همه چی مثل قبل، هیچی عوض نشده. مگه میشه یه نفر انقدر خوب نقش بازی کنه؟ به نظر من اون باید میرفت به جای تو هنر پیشه میشد. کاری نداری، من بعد به زنگ میزنم. خدافیز. موسه دوید تو سراغ هر دو صداف آه وستا وستا تاره دارم، من هر دو سه بی آزارم، بیا از راه بیرون نمیخوای مهمون، آروم آروم هر دو سه اومد بیرون. الو؟ بله خودم هستم. تو به چه حقی اجازه دادی به خودت تلفن منو از اون مطب کوفتی بگیری؟ میدونی من میتونم به عنوان خیانت در امانت از اون دکتر مسخره و مطبش شکایت کنم؟ بله میتونم. اون اجازه نداشت تلفن منو به تو بده. من بعد 40 سال با تو چه حرفی دارم بزنم؟ نه ندارم، با هیچ کس ندارم. برو به زن و بچت برس. الو تو چی گفتی؟ اون دخترت نبود؟ دیگه بعد 40 سال دیر شده. باشه بهت زنگ میزنم، خبر میدم بهت، فکرامو بکنم. از ویلا نذاشتی بیرون، اومدم ببینم خدای نکرده اتفاقی برات نیفتاده باشه. مرتی که الدنگ، مگه ویلا رو نسپردم دستت؟ این کثافتکاریه چیه؟ به جان بچه‌م هم بی تقصیرم، اونه هم مال آقای مهندسه. مهندس کدوم خریه؟ آقا داداشه دیگه، آقا سیاوش. هر چند وقت یه بار با رفیقاش میاد اینجا، چند روز پیشم اینجا بود. ببخشید اینجا تمیز نکردم. غلط کرد با تو. بده من کلیدو. مهندس به جان بچه‌م بهش گفتم. مگه قرار نبود وقتی من نیستم کسی نیاد تو این ویلا؟ گفتم مهندس جان قرار بود بچه‌م نبود. گفت مهندس در جریانه. مهندس جان. آقا مهندس. غلط. اون برادرتونه. مهندس جان. آقا مهندس. بگو. الو مهندس، مهندس جان خودتی؟ خوبی؟ کجایی مهندس جان؟ کجایی؟ چه حالی؟ چه روزی؟ بابا وقتی دیکی داره جلوی چشمت خودشو میکشه، حال روزی واسه آدم میمونه؟
کی؟ مهندس نامدار دیگه. ببینم الان چند روزه اونجاست؟ 4 روزشو که من فهمیدم. گذاشتی بعد 4 روز به من زنگ زدی؟ مرد حسابی نمیگی یه مدت یه خانواده از اینجا خواب خوراک ندارم؟ چی کار کنم مهندس جان؟ عقل شعور ندارم دیگه. عقل یه رقمشه، شعور شخصیت هم نداری. نگفتی بهش که اونجا رو پاتاخ کردن؟ نه نگفتم، ولی خودش یه بوایی برده. بهت میگم همینه دیگه. اگه بهت نگفتم بعد هر بازی اونجا رو تمیز کنی؟ ببخشید مهندس جان، ببخشید، شرمنده. کوفت و شرمنده. واسه باشه بهش نگی با من حرف زدی. یا به کی نگم؟ میگم منو با یه تیپا انداخته بیرون. ای بابا داره بالبال میزنه، داره خودشو میکشه. نه ترس، خودشو نمیکشه. تو فقط حواست به گوشی باشه، بهت زنگ میزنه. سیا بیم چه خفن شده. عالی و یکم زردش کمه. زرد؟ اصلا زرد نداره. خوبش بزن دیگه. هم تو نمیخوای بری یه سر به مامانت بزنی؟ خواهی بری بیرون؟ با نه من تنهایی بازم منفی میشه. سیمینو ببینی حالت بهتر میشه. رو نمیشه مثلا تو ترکم. با خود خداشم گفته 100 بار اگر تو به شکستی بازا دیگه. اینا خدا که بازتر نیستن که. پاشو نره دیگه. با من چی؟ تو بسته دیگه، زیاد زدی. دست میگم پا من چی؟ نقاشیتا بکش تمام، بیا اون زردم بهش بزن. سلام. سلام، اینجا کجا؟ دورخونیه دیگه. معمولا دورخونی باید تو دفتر باشه. اینطوری لاکچریه، سرمایه‌گذار از این کله گنده است. کارگرم با بریز و پاش مشکلی نداره، گفت یه چند ساعت تمرین از سواری داشته باشه. خودش اومده؟ آره، باز کله سر اینجاست. لازم هم کسه دوربین هم بذاری. ببین من قصه‌مو جلوتر میگیرم. ببین مگه میتونم بهت نه بگم؟ تو اگه این زبون نداشتی چیکار می‌کردی؟ به به. سلام. سلام، روزتون بخیر. خوش اومدین خانم. سر حالی؟ عجب جایی. آره. بیبی همه یه سوراخ سنبه ها رو بگرد ببینیم پوفی و سیگارای طلا رو کجا گذاشته. حواست رو جمع کن. باشیا جمع کن بریم دورخونی. اینجایی؟ با مایی؟ ببخشید میگم حواست اینجا نیست. چرا؟ چیه این مشکل؟ مالیه؟ عاطفی و خانوادگیه؟ چیه؟ ببین اگر کاری هست که به پروژه کمک کنه ببین من دریغ میکنم. نگرانم این پروژه تموم نشه. من چه کار میتونم بکنم؟ داشتم فکر میکردم شرط بذارم برای تهیه کننده نصف پول اول بگیرم. خب یعنی اگه من باش صحبت کنم که پولتو بده از هپرو در میام؟ خب خیالم راحت تر میشه. خیلی خوب. سرم شما که ماشاءالله شهره این به چشپاکی، بر چی سرتو انداختی پایین اومدی تو خونه زندگی من؟ آقا سعید جواب مطهره رو چی میدی؟ میگی بیالا رفتم خونه خواهرت؟ دست شما ها درد نکنه آقا جانم، بفهمه پوست سر جفتتونو میکنه. حک حک عمو جان بود. Thank you.
سوگلی بابا چطوره؟ آقا جون من سلام. جونه بابا این پسرم و ابراهیم و سعید آقا با همه آدماشون ریختن تو این خونه، میگن اجازهش رو از خود شما گرفتن. آره فقط بهم نگین که خبر داری. محرمم بس کارشونو بکنه. باورم نمیشه. دستشون درد نکنه آقا شون. من هیچ کاری رو بی دلیل انجام نمیدم. آخه شک افتاده به جونم. شک چی آخه؟ شک به اونی که از رگ گردن به هم نزدیکتر بود. تو سیگار طلا میدونی چیه؟ عاشق صابر رو با همون کشتم. خیلی ممنون. خب اینم از این فکر کنم خیالت راحت شد. خیالم راحت شد. ولی من بعد از این ازتون تمرکز دارم. مطمئن باشی من با تمام انرژی کار میکنم. شک نمید. امیدوار. هنوزم نمیخوای بگی مشکلت چیه؟ یکم با همسرم اختلاف دارم. کی نداره؟ ولی به قول بودیاله به توپ به مرغش نیاز داری. ماجراشو میدونی؟ یکم. اگه شنیدی نگم. نه کاملا نشنیدم. میگن اونوریا میگن یه جنتلمن هیچ وقت یه جوک دوبار نشنیده. بفرما پسرم. شرم نکن. رخت و لباس دخترم تو بگرد. بس کن دخترم. الان زیر این صف فقط منم و تویی و خود خدا. ما با هم قد کشیدیم. صابر برادر تو بود. داداش من. داغ برادرش مرهمی سرد نمی کنه. شوهر عزیزه. اما مطمئن با جای همخون و برادرتو پر نمی کنه. عمو جان گفته که صابر با سیگار طلا کشتن. تو خرت و پرتا و دفتر دستک ادریس ردی نشونی از این سیگارا دیدی یا نه؟ به جون خودتون اگر شما بگی ندیدی، همین الان زنگ میزنم به عمو جان میگم خونه و دفتر جفتش پاکه پاکه. ابراهیم به خداوندی خدا ادریس روحشم خبر نداشت من برای تو شیرنی خورده بودم. دیدی یا ندیدی؟ وکیل یغما، اسمش اکلیلیه، از شوهرش جدا شده، یه پسر 7 ساله داره که کاناداست به اسم یاشار. همین؟ چیز دیگه ای نداره. از رهنا چه خبر؟ خبر زیادی نداره. ببین تو میدونی چی شد که اصلا من تو رو استخدامت کردم؟ نه این نبود که پدر نداری مادر تیمارستان دلم برات سوخته باشه.
چون کنار رعنا بودی میخواستم کنارم باشی. اگه میخوای آپدیت بمونی باید ازش خبر بهم بدی. من پول یاموف ندارم همینجوری خرج رخت و لباس تو بکنم میلیون میلیون. دیگه حرف مف نزن. آخ آخ تایسون من اومد. حالت چطوره؟ چشه مایی بودی خوش اومد یه رفتم برم. کجا بودی بچه؟ سر کار. تا باشه از این کارا دستمارم بگی. اوزا موزا مزخرف تو ولی مثل اینکه اوزاد خوبه. توپ کی بود بهت گفتم اینا میفتن به دست و پای من؟ داشتم میگفتم این تایسون خاورمیانه خودتوی قربونت برم. اوکی، این پولمون خواستی بهش کنم؟ نه، دادم تبدیل کنم. دلار دادی صرافی؟ آره. بابا نمیدونی این جمع دلار لازمه؟ میدادی خودم برات چنج میکردم. چند دادی؟ گفته قیمت بازار. حالا 2000 بالا پایینش مهم نیست. تو اگه پولمون خواستی دادم بگو بهت بدم. نه جدی؟ آره. کسی سر پول تعارف نداره. خوب خوابیدی دیشب اونجا؟ عالی. خدا رو شکر. الو عزرف اونجا سیمین مورد ملافه ها یاد نرا. مرسی. سلام خانم. سلام. خودشون تشریف آورد. بفهمید. مگه به خانم هم گواهینامه رانندگی موتور میدن؟ اگه موتورش فرقی باشه نیازی به گواهینامه نیست.
خوبه به ترافیکم نمیخوری. الان اومدین در مورد ملک 800 میلیاردی صحبت کنین یا موتور من؟ جفتش. هیچ کدوم. ما اینجاییم که راجع به آقای یغما نامدار با هم گپ بزنیم. من معتقدم که یغما یه موتور برقیه که خیلی دلش میخواد موتور 1000 دیده بشه. اعتقادات تو به من مهم نیست. شما همیشه با مشتریاتون انقدر زود صمیمی میشین؟ همیشه انقدر زود فرق مشتری و غیر مشتری رو تشخیص میدم. زنگ اشتباه زدین. حالا با هم آشنا میشیم، اخلاق هم بگه دستمون میاد. خانم وکیل، خانم اکلیلی، من از لحظه که وارد این دفتر شدم موکل شما. معتقدم شانس یه بار در خونه آدمو میزنه، حتی به اشتباه. چقدر بد شانسم که تو قرار شانس من باشی. من وکالت تو رو قبول نمی کنم. صفر را چند تاست بگم چکشو بنویسم؟ من خیلی آدم سوال جواب نیستم. اینجا از این خبرها نیست آقای چاردالی. البته میدونم شما دوست دارید که ملک صداتون کنن. شما ادریس صدا کن. خیلی وقت بود دنبالت بودم. تقدیر رو میبینیم؟ چه به موقع به هم رسیدیم؟ به موکل من اتهاماتی زدن که مقصر اصلیش تویی. موتور برقتون زیادی زور زده به این روز افتاده. نفر سوم تویی. چرا این بلان سرش آوردی؟ خودش میدونه. نه هنوز. زمردی تا لحظه مرگش اسمی از تو نیورده. البته تو بودی که این پولای کسی رو وارد پروژه کردی با اسم نامدار زمردی. تو پولشویی کردی. خانم وکیل چشماتون برق میزنه. معلومه خیلی آرزو دارین سر منو بالای دار ببینی. البته آرزو خوبه، یعنی من معتقدم که آدمایی که آرزو دارن زنده تر زندگی میکنن. آرزوی تو چیه؟ میگم براتون حالا یه شب که نشستیم برای شام و سوشی و به قرمه سبزی خوردن نمیرسه آقای چاردالی. من یه فایل دارم، تصویریه، اعترافات زمردیه. نمیدونم برای کی اعتراف کرده ولی الان دست منه. همه پته تاریخ رو آب. میگم خوش موقع رسیدیم. خانم وکیل، ما اون فایل رو میخوام با همه نسخه‌هاش. ببخشید. الان فکر میکنم تورنتو ساعت 6:45. من یاشو رو خیلی دوست دارم، پسرتونو. چشماش عین شماست، خیلی خوشگله. میدونم تو راه مدرسه فوتباله، بسیارم مستعده، اینم در جریانم. خدایی نکرده اگه یه وقت همین الان تو راه مدرسه فوتبال یا آقای مست با ماشین بزنه به بچه عزیزت. خب ببینید، ببینید، من یه ترسی از بچگی دارم، از تصادف خیلی میترسم، خیلی زیاد، خیلی غم انگیزه که تلفنتون زنگ بخوره بهتون بگن بچه‌تون گوشه جگرتون تو کشور غریب. ببینید خانم، درک بکنید ما هممون حلقه یه زنجیریم. بازی کثیفی شروع کردی. بله. آدم باش، با اون بچه کاری نداشته باش. خانم من آدم نیستم، من یه حیوان شبگردم، شبا شکار میکنم تا بتونم زنده بمونم. کسافت. اون فایلو میخوام با همین نسخه‌هاش. چرا میخوای یغما رو بزنی زمین؟ برای اینکه بتونیم با هم کار بکنیم من با چند تا چیزو توضیح بدم. یک، من هیچ وقت جواب نمیدم، شما حق نداری سوال بپرسی. دو، بعد از این لطفاً به من ادریس ملکی بگی. مرسی. من میرم. فردا صبح برای گرفتن مدارک خدمتتون میرسم. در ضمن به منشیتونم فردا مرخصی بدیم. امیدوارم کار احمقانه ای نکنیم. باشه.
سلام خانم رخشا. سلام. بفرمایید بشینید. همه کارا رو خودت میکنی ها؟ آره دیگه، بچه ها که همشون رفتن، آبدارچی هم که نداریم، یه همه چی شده سلف سرویس. چی بگم؟ خبری ازشون نشد؟ نه هیچ خبری نشد. هنوزم طلبکارا بعضی روزا میان اینجا. همین چند روز پیش یکی اومد با کلی زور و دعوا لپتاپ مهندس برداش برد. ما هم که نتونستیم هیچ کاری بکنیم. میفهمم. اگه کاری داری تو دفتر من از خدمت کنم. نه اتفاقا با خودت کار دارم. یه لحظه بشین. ببین مریم، تو الان 7-8 ساله با مهندس کار میکنی، دیگه یغما رو خیلی خوب میشناسی. میخواستم یه سوالی ازت بپرسم، دلم میخواد واقعیت رو بگی. باشه. یغما با کسی تو رابطه بود؟ ببین خواهش میکنم معذب نشو، حتی اگه تلخ باشه من ترجیح میدم بدونم. خیالتون راحت راحت. آقای مهندس فقط عاشق شما بود. من نمیدونم دلیل این چک و چک بازی یا چیه، ولی هیچ ربطی به این حرفا نداره. خب دختر تو این شرکت زیاد میومد و میرفت، خیلی هاشون هم اهلتون پاشیدن بودن، ولی مهندس به هیچ کدومشون راه نمیداد. ممنونم. ببین عزیزم، یغما معلوم نیست کی برگرده. هرچی بمونی اینجا به ضررته. برو به زندگیت برس. فقط به بچه ها بگو تا آخر ماه به من مهلت بدن، با همه تصفیه میکنم. چشم. ببخشید دیگه شرایط اینطوریه فعلا. وای تو رو کم داشتم. الو سلام. بله خوبم. سلام. سلام. خیلی وقت ندیدم تو، تکون نخوردی. ولی تو روز به روز داری بهتر میشی. گلی جون چطوره؟ خوبه، اونم میخواست بیاد ولی هتل یهو شلوغ شد نتونست. حالشون بهتره؟ آره 20 کیلو لاغر شده، کمر دردش هم خوب شد. چقدر خوب، حالیه. از یغما خبری نشد؟ جواب تلفن شما رو هم نمیده. جواب تلفن ما رو که خیلی وقت نمیده. شما با من بد بودین، چرا از پسرتون بریدین؟ خیلی سخته که آدم سوختن آرزوهاشو تماشا کنه. یغما پسر بسیار پر استعدادی بود، از 2 دانشگاه معتبر بورسیه گرفت، ولی آخرش چی شد؟ یه بساز بفروش مزخرف. موندم که آدم چطور میتونه برخلاف عقاید خودش عمل. معلوم نیست اگه میرفت اونور زندگیش بهتر میشد. لااقل فراری نبود. هر کاری که کرد از سر عشق بود. اون وقتا وقتی از دور تماشاتون میکردم گفتم خوبه، لااقل داره حالشو میبره. ولی بعد دیدم مثل این که همه رو اشتباه میکرد. فکر نمیکردم بگیم بیام اینجا که دوباره همین حرفا رو تکرار کنیم. تمام پس اندازمونه. با این شاید بتونی یکی از چکاشو باز کنی. منتی نیست، واسه پسر خودمونه. ممنون از شما، ولی بذاریم وقتی اومد به خودش بدیم. شاید ما اشتباه کردیم، ولی الان موقع تصفیه حساب. هنوز میگین شاید. آقای نامدار، من میدونم شما زندگی سختی داشتین. مادر سیاوش رهاتون کرده، خودتون سیاوش رو بزرگ کردین، بعدش هم گلی جون و مشکلاتش. شما پدر اون بچه ها بودین، ولی به نظر من براشون پدری نکردین. دیگه داریم مغرضانه حرف میزنیم. شما بچه هاتون رو رها کردین، داریم میگیم من یغما رو خراب کردم. قبول. سیاوش چی؟ حتما اونم دریا خراب کرده. نه اعتیادون رو خراب کرد. یه کلمه اعتیاد میگین خودتون رو راحت میکنین. ببین ما نیومدیم اینجا که برای همدیگه دادگاه تشکیل بدیم. من اومدم کمک کنم. خیلی دیر اومدیم. تا حالا با خودتون فکر کردین که 50% کارایی که یغما کرده برای دل خودش بوده؟ همون جاه طلبیه که هم شما هم مادرش ازش بیخبر بودین. یغما همیشه بیتفاوتی شما به مال دنیا رو مسخره میکرد. فکر میکنم شما هم مثل من پسرتون رو نشناختین. آقای نامدار، به گلی جون خیلی سلام برسونید.
الو عزیزم، کجایی؟ با ماشین خودت که نیستی؟ دیدمت. سلام عزیزم، چطوری؟ خوشگل. سلام. سلام به به. خوبه سمی؟ بگو کیو دیدم. بگو، حوصله فکر کردن ندارم. بابای یغما. آقا حبیب چطور بود حالش؟ عجب آدم باحالی بود. کی دیدیش؟ گلی جونم بود؟ گلی جون که تشریف نمیارن، ایشون یا میگرنشون اوت کرده یا دستشون چنگ شده، همیشه یه جاشون درد. تو ذاتم با زنا بدی. خیلی هم زن باحالی بود، همیشه من یه خوراکی هایی داد میخوردم، خیلی باحال بود. خب آره، چون همیشه با پسرها خوب بود. خوبه دو تا پسر داره ها. یکی حساب کن، اون که اصلا سیار رو آدم حساب نمیکنه. باهوش بوده دیگه، از اول سیار رو شناخته. فردا عکساشو لایک میکنم. وای چه مهربون. وای من خوشونت مجازی من زیاده، یغما هم آنفالو کردم. وای چه خشه. اقلا به این بچه رحم کن. خاک تو سرت لنده هور. تو اوضاع خواهرات اینجوریه، بعد اوج کاری که میتونی بکنی آنفالو کردنه. ببین آنفالو خیلی چیز مهمیه، مثل فوش میمونه، شما نمیدونی این چیزا رو. بذار اونا که آنفالو کردی از بیمارستان بیام بیرون. نمیدونه این روابطو. از دریا چه خبر؟ خبری ندارم، فقط یه اسمس داده که یه هفته روز سکوت. همون بهتر سکوت کنه بهتر. فردا میرم سراغش. سیا جابر، کجایی؟ یغما چطوره؟ بی خود بیرونت کرد. اگه بهت نگفتم پیشش جام نخور. فردا کله سر بلندش میری پیشت. حواست بهش باشه. گوخوریا به تو نیومده، فهمیدی؟ کاری که بهت میگم و بکن. هرچی باشه دعاشمه. ببین خون از دماغش بیاد میام دهنت آسفالت میکنه. پس گرفتم، خوام سرش بازی کنم. بازی میکنم ولی سر یه چیز دیگه. من چیز دیگه ای ندارم. داری، خوبش هم داری. خیلی دلم آبتنی میخوام، اونم تو دریا. می‌کشمت! می‌کشمت! اگه دوستش داری بهش نگو من آمدم اینجا. نمی‌دونی چقدر زخ کرده شما رو پیدا کرده؟ 40 سالی دیر این کارو کرد. الان نیومده؟ مگه قرار بود بیاد اینجا؟ آره. می‌خوام بریم سراغ دریا، تلفنش جواب نمیده. حالا برای چی بهشون نمیگی ماشین دستت؟ اون یه اسکولم من. اگه قضیه ماشین رو اینا بگم اولین کسی که آویزون میکنن خود منم. این خانواده رحم نداره. من روزی کار خیلی بدی کردم. ولی مجبور بودم. یا
یادت خودت همیشه میگفتی آدم برای زنده موندن باید هر کاری بکنه، حتی آدم کشی. دریا یغما شماله، یکی از دوستاش ویلا داره اونجا، ایران نیست ولی کلیدش دست یغما.